داستان عشق و جنون، قصه حقیقی، نویسنده فریبا چرخی. شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا، در این برنامه داستان عشق و جنون را برایتان میخوانم. قبل از اینکه به اصل داستان بپردازم، فراموش نکنید که کانال فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب کنید و هم علامه زنگک را نیز فشار دهید. همچنان اگر خواستید داستان را جهت خوانش با من شریک کنید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا ایمیل آدرس fcmedia@gmail.com با من به تماس شوید. آغاز داستان. عشق و جنون، قسمت دوم. من در اوائل سعی می کردم برایش بفهمانم که ما دوره خوبی را گذشتانده ایم. حالا ناگزیر هستیم که هر کدام از طریقه های خود ما برای زندگی ما استفاده کرده، ولی خودم می دانستم که این حرف ها فقط جنبه گفتاری دارد. در اصل از رفتن فوزیه شدیداً ناراحت بودم. بالاخره روز رفتن فوزیه به کشورش فرا رسید. فوزیه رفت. از همان لحظه برایش احساس دلتنگی کردم. همین که به افغانستان رسید و همراهم تماس گرفت، پشت تلفن گریه می کرد و می گفت که بدون من زندگی برایش آسان نیست. 3 ماه گذشت، هر هفته برایم زنگ می زد و در این مدت چندین نامه اش نیز برایم رسید. این وضعیت وی مرا بیشتر بیقرار می کرد. من هم دوره ماستری نظامی را به پایان رساندم. تصمیم گرفتم که از وزارت دفاع آلمان درخواست کنم که من برای انجام کار به افغانستان بروم. دیر نشده بود که درخواستم از جانب وزارت دفاع آلمان قبول شد. من با تفاهم با دولت و وزارت دفاع کشور افغانستان به صفت استاد در حربی پوهنتون کابل شامل وظیفه شدم. گرچه پدر و مادرم خوش نبودند، اما چون از رابطه من با فوزیه و آن عشق بزرگ ما آگاه بودند، راضی شدند. من بدون اینکه به فوزیه چیزی بگویم، راهی سفر به افغانستان شدم. همین که رسیدم، بعد از عقص اقامت در هتل به نام اسپینزر، با سرعت به محل کارم معرفی شدم و برایم گفته شد که به زودترین فرصت ممکن برایم یک خانه مناسب در نظر می گیرند. با فوزی از طریق تلفن هتل تماس گرفتم و برایش گفتم که من آمده ام. از خوشحالی گریه می کرد و گفت تا چند ساعت دیگر به دیدن من می آید. نزدیک عصر بود که از دفتر پذیرش هتل به اتاقم زنگ آمد و برایم به زبان انگلیسی گفتند که مهمان دارید. پایین آمدم و دیدم فوزیه قشنگتر و بشاشتر از قبل در مقابلم ایستاده بود. همدیگر را به آغوش کشیدیم. همه تعجب کرده بودند. اما وقتی با هم به زبان آلمانی صحبت کردیم، توجه دیگران از ما کمتر شد. فوزیه با چشمان اشک‌آلودش گفت: با آنکه خیلی دلم برایت تنگ شده بود و از آمدنت به این اندازه خوشحال هم هستم، اما می‌پرسم که چرا اینجا آمدی و چرا زندگی را برایم سخت می‌کنی؟ چرا مرا در مقابل خانواده ام قرار می‌دهی؟ قرار است به زودترین فرصت ممکن من با پسر کاکایم که از طفلیت نامزادم است عروسی کنم. ازش پرسیدم که آیا با این عروسی موافق هستی؟ آیا دوست داری زن پسر کاکایت باشی که از نظر ما پسر کاکا به جای برادرت است؟ اگر چنین باشد، من دیگر هرگز سر راحت نخواهم آمد و برایت آرزوی خوشبختی میکنم. فوزیه گفت که نه، هرگز چنین نیست. این فقط خواست و انتخاب خانواده ام است. من هیچ حسی برای پسر پاکایم ندارم و من فقط تو را دوست دارم و آن هم بی نهایت. مطمئن هستم اگر مجبور به ازدواج به پسر کاکایم هم شوم، تو را تا آخر عمرم فراموش نمی کنم. با تبادل این حرفای احساسی،
که ممکن چند ساعت را در بر گرفت، هوا تاریک‌تر شد. فوزیه خواست که به خانه‌اش برگردد، چون گفت اگر کم دیرتر بروم ممکن است برایم مشکل پیش بیاید. این طرز فکر و رفتار فوزیه خیلی متفاوت از طرز زندگیش در آلمان بود. من هم چون 3 سال را با فوزیه گذرانده بودم، در مورد دیدگاه های خانواده های افغان و رسوم و فرهنگشان کم و بیش می دانستم. فوزیه را تا دروازه خروجی هتل بدرقه کردم. دوباره با اتاقم برگشتم و با خود فکر می کردم که چطور و با کدام راهکار به هم دیگر خواهیم رسید. همه شب را فکر کردم. صبح وقتی سر کار رفتم، از تلفن دفتر به فوزیه زنگ زدم و ازش خواستم که اگر ممکن است یک بار دیگر بعد از ختم کار پیشم بیاید، چرا که حرفهای مهمی برای گفتن برایش دارم. او قبول کرد و گفت خوب است. پس عصر به هتل می آیم. فوزیه قرار وعده آمد. بعد از احوال پرسی، اظهار دلتنگی و چند جمله گفتم می خواهم بروم سر اصل مطلب. ما زیاد فکر کردم. از نظر چند راه برای به هم رسیدن ما وجود دارد. بیا که با هم دوباره به آلمان برویم. به خیال خانواده و همه رسوم اینجا شو. وگرنه راه دوم این که من می آیم و تو را از خانواده ات خواستگاری می کنم. هر دو هر سخنی را که پیش آمد پشت سر می گذرانیم. اگر این هر دو راه نزد خودت عملی و ممکن نیست، پس پیشنهاد خودت در زمینه چیست و چطور ممکن است که ما به هم دیگر برسیم؟ فوزیه که خیلی ها شنیدن تصامیم من تعجب کرده بود، گفت پیشنهاد اولیت ممکن نیست، چون پدر و برادرانم و خلاصه همه اعضای خانواده ام متحمل ضربه شدید خواهند شد و در اجتماع زندگی برایشان دشوار می شود. اما پیشنهاد دومیت خوب است. بهترین است که قبل از آمدنت به خواستگاری نزد خانواده ام رفته و قبول کنی که به خاطر عشق ما به دین اسلام رو می آوری. بعد اگر قبول کردن می توانی از ایشان خواستگاری کنی. بلافاصله حرف فوزیه را قطع کرده گفتم که من نیز همین موضوع را فکر کرده ام. فوزیه خوشحال شد، خندید و مرا به آغوش کشید. صورتم را بوسید و اشک شادی از گونه هایش سرازیر شدند. پرسید که یعنی مرا تو این حد دوست داری؟ من گفتم که پس چه فکر کردی؟ من چرا کار کردن در افغانستان را قبول کردم؟ فوزیه گفت پس این خیلی خوب است. من آهسته و آرام ذهن خانواده ام را در این مورد برای اولین گام آماده می کنم و برات اطلاع میدم. من گفتم که زیاد زمانگیر نباشه، زیرا ما دوریت تحمل نمی کنم. فوزیه گفت ما هم همچنان. فوزیه رفت و موضوع را با خانواده خود به طریقه خودش در میان گذاشت. بعد 2 روز برایم زنگ زد که فردا روز جمعه است. بعد از صبحانه آماده باش. آنجا آمده و با هم از نزدیک نزد خانواده می رویم. صبح شد و من بی صبرانه منتظر آمدن فوزیه بودم که از دفتر معلومات زنگ دریافت کردم. گفتند که مهمان داری. وقتی پایین آمدم دیدم که فوزیه با 5 مرد ایستاده بودند. حیرت زده شده بودم. فوزیه معرفی کرد. پدرم، کاکایم، 2 برادرانم و شوهر خواهرم. با هم احوال پرسی کردیم و یک خریطه نزد فوزیه بود. گفت این لباس افغانی است که از قبل برای تهیه شد. تشکر کردم و گفت برو این لباس را بپوش. ما اینجا منتظر میمانیم. لباس را پوشیدم ولی برایم خیلی عجیب بود. همه با هم رفتیم نزدیک به ساعتهای 12 بجه چاشت بود. اول به مسجد جامع وزیر محمد اکبر خان رفتیم. توسط آنها در آنجا از قبل تدارک خاص اتخاذ شده بود و از افراد مهم زیاد دعوت شده بود. امام مسجد مرا طی مراسم خاص به دین اسلام مشرف ساخت و همه مرا در آغوش کشیدند. روزنامه نگارها نیز حضور داشتند و از من عکس برداری کردند که تا هنوز هم در آن آلبوم ضخیم از آن عکس ها موجود بود.
بعد از این مراسم به خانه فوزیه رفتیم. آنجا هم تعداد زیاد مهمانان بودند. همین که من و همه دور هم نشستیم، از فوزیه خواستم تا گفته‌هایم را به حاضرین ترجمه کند. اما فوزیه گفت صبر داشته باش. پدرم خودش برایت گفتنی دارد. بعد از صرف غذا پدر به سخن گفتن شروع کرد. من جز کلمات اندک چیز دیگر از حرفایش نمی فهمیدم. اما خودش متوجه شد و از فوزیه خواست تا سخنانش را ترجمه کند. فوزیه ترجمه کرد. چنین: الکساندر، پدرم می خواهد که مشرف شدنت به دین مقدس اسلام را برایت تبریک بگوید و اسم جدیدی که امروز برایت انتخاب شد و از این به بعد به این اسم شناخته خواهی شد اشرف است. این یک اسم افغانی و اسلامی است و همچنان آمدنت را در جمع خانواده ما خوش آمدید می گوید. پدرم نیز می گوید که از علاقه خودت با فوزیه خبر دارم و خودت هم ثابت کردی که به دختر من چقدر علاقه داری، تا جایی که از وطن و مذهب خود گذشته و تا اینجا دنبالش آمدی. من هم امروز در مقابل همه اعضای خانواده به افتخار دخترم فوزیه را با اشرف جان نامزد اعلان میکنم و به زودترین فرصت ممکن با نکاح حلال اسلامی شما را ازدواج خواهم کرد. از خوشحالی دست و پایم را گم کرده بودم. از فوزیه پرسیدم که شوخی خو نمی کنی؟ واقعا این همه را پدرت گفت؟ فوزیه خندید و این جمله ام را به همه ترجمه کرد. همه اعضای مجلس خندیدند. فوزیه گفت که حالا باید دست افراد بزرگتر در مجلس حاضر را ببوسی و کوچکترها را باید به آغوش بکشی و من هم همچنان کردم. خب شنونده های عزیز، این بود قسمت دوم داستان عشق و جنون که تقدیمتون شد. قسمت های بعدی را در ویدیوهای بعد خواهید شنید. برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.